توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در دور جدید سفرهایش به بریتانیا و امارات متحده عربی سفر می کند. ویست در توییت گفته است در این سفر قرار است با مقامات این دو کشور در مورد افغانستان صحبت نماید. نماینده ویژه آمریکا توضیحات بیشتر در این زمینه ارائه نکرده است. پیش از این هم تام ویست در برخی کشورهای دیگر سفر کرده و در مورد افغانستان گفتگو کرده بود که به باور کارشناسان سیاسی نتیجه ملموس در پی نداشته است. حالا مشخصا این سفرها با چه هدف انجام می شود و در حال حاضر استراتژی آمریکا در قبال افغانستان چیست؟ بحث امشب زاویه است. درود بر شما، به زاویه امشب خوش آمدید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث آقای محمد باقری محسنی، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در استودیو حضور دارند و همینطور خانم زکیه علیزاده، فعال سیاسی از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل هستند. مهمانان به بحث خوش آمدید. خانم علیزاده، بحث با شما آغاز میکنیم. سفرهای تام ویست چگونه ارزیابی میکنید و مشخصا هدف از این سفرها چیست؟ به نام خدا، سلام خدمت شما آقای علیزاده، جناب آقای محسنی، همینطور هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، بیننده‌های بسیار محترم شبکه رادیو تلویزیون فردا. به نظر من خب در ادامه فعالیت های آقای تام ویست که نماینده آمریکا بر افغانستان تاسیس سفرها صورت میگیره، به خصوص وضعیت آشفته افغانستان که هست، قرار است در مورد وضعیت افغانستان با امارات متحده عربی که از جمله کشور قطر از مدتی که مذاکرات صلح در افغانستان آغاز شد نقش فعال را در مسائل موضوعات افغانستان داشت و تا این دم نقش بسیار فعال را دارد، قرار صحبت صورت بگیره و همینطور با کشور بریتانیا در مورد وضعیت افغانستان صحبت میگیره. این سفر و این گفتگو در راستای همون گفتگوها و صحبتهایی هست که آقای تام ویست بر از او تعیین شده. اما ای که باز بیم نگاه کنیم که چقدر میتونه مفید باشه برای تغییر وضعیت در افغانستان، بهبود وضعیت در افغانستان و چقدر میتونه برای مردم افغانستان مفید تمام شود، باز بحث جداگانه است که احتمالاً در جریان برنامه به او خواهد پرداختیم. من فکر میکنم که این سفر مثل سایر سفرهایی که با کشورهای متعدد آقای تام ویست داشت در همون داستاست، خیلی موضوع جدید تازه و به اصطلاح مهمی اتفاق نیفتاده که ما به موضوع زاویه صحبت بکنیم بگیم بله چون تصمیمی تازه برای وضعیت افغانستان قرار است گرفته شود یا این تغییر مثبت برای مردم افغانستان برای وضعیت افغانستان قرار است به وجود بیاید و این سفر در اون راست است. من برداشت نیست که سفر در همون ادامه کارها و فعالیت آقای تام ویست. خب پیش از این هم آقای تام ویست به کشورهای مختلف جهان به خاطر افغانستان سفر کرده و درباره افغانستان گفتگو کرده. حالا این سفرها به شمول این سفری که جدیداً آغاز کرده مشخصاً به چه هدف انجام میشه؟ تحلیل شما چگونه است؟ یعنی درباره افغانستان چه تصمیمی داره آمریکا؟ شما ببینین ما وضعیتی که در افغانستان به وجود آمده، اتفاقی که در افغانستان تقریبا دو سال پیش افتاد، در رأس همه کشورهای جهان آمریکا مسئول این وضعیت است که مردم افغانستان پیش آمد. وضعیت را که امروز مردم افغانستان تجربه میکنند به خاطر کمکاری کوتاهی از سوی آمریکا و کشورهای متحده صورت گرفت. از دو سال قبل به این طرف خب وضعیت که تغییر کرد، آمریکا هم تلاش های خودش داره، عنوان میکنه که ما میخوایم وضعیت در افغانستان بهبود پیدا بکنه، مشکلات مردم حل شوه، وضعیت حقوق بشری بهبود پیدا بکنه، در افغانستان حکومت همشمول با وجود بیایه و کشورهایی که با آمریکا متحد است، هم نظر است، هر از گاهی باز اونها مذاکره داره، صحبت میکنه، موضوع افغانستان هم مطرح میکنه. ولی من تحلیل می نیست که یک تعداد نمی سفرها نمایشی هست، سوری است، شکلی است و فقط عنوان گذاشته میشه و به اصطلاح به رسانه‌ای میشه، ولی صحبت مؤثری و مفیدی چنانچه در دو سال ما شاهدش نبودیم در این سفر آقای تام ویست هم خیلی خوشبین نیستم که قرار از روی موضوعات افغانستان صحبت شود و عنوان هم شده که آقای تام ویست در تویتر خودش نوشته کرده که
به بریتانیا و امارات متحده عربی سفر میکنه، میخواد که در مورد وضعیت افغانستان صحبت بکنه با این کشورها که ببینه برای بهبود وضعیت، بهبود وضعیت حقوق بشر چه کارهایی میتونه انجام بده. بسیار خوب. ولی برداشت من این هست که این سفر مثل کارهای گذشتهش هست و نتایج ملموس محسوس و قابل توجه برای مردم افغانستان نخواهد خیلی داشت، تشکر. و دلیل از این که ما وضعیت داخلی را در افغانستان چنان میبینیم که در شرایط فعلی گوش چنان شنوایی برای رعایت حقوق بشر، برای تشکیل حکومت فراگیر، برای رسیدگی به مشکل افغانستان متاسفانه وجود نداره. خیلی و از تشکر طرف خانم دیگر منظور. ما برداشت میس آقای آبروزاده میخوایم عرض کنم که در همین روندی که در درون افغانستان جریان داره، ما فکر میکنم امریکا به گونه دخیل است در همین وضعیتی که در درون افغانستان حاکم است. ممنون شما خانم علیزاده. میایم به شما دوباره. آقای محسینی، شما این سفرهای تام ویست چگونه ارزیابی میکنید؟ در حال حاضر به نظر شما، به باور شما، به تحلیل شما، نقشه آمریکا برای افغانستان چیست؟ با عرض سلام درود خدمت شما و خانم علیزاده و همکارانتان و همه بینندگان برنامه زاویه. خوب هست که ما یک نگاه بیاندازیم به سیاست آمریکا در قبال افغانستان و جهان و از طرف دیگر موضوعاتی که مرتبط به سفر آقای تام وست است. ما اگر در استراتژی ایالات متحده آمریکا اگر یک نظر بیاندازیم، از زمانهای بسیار قبل چند هدف را در سطح آسیای میانه و خاورمیانه تعقیب می‌کردند. اولاً اینکه گسترش منافع آمریکا در سطح جهان و مطرح کردن ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست و هم در مسائل امنیتی یکی از اهداف آمریکا بودن. دومین هدفی را که آمریکا مطرح میکنه در تعقیب میکنه این هستند که در سطح خاورمیانه و در مجموع در سطح جهان مبارزه با تروریسم که در حقیقت یک ابزار هست برای پیشبرد سیاست های ایالات متحده آمریکا، و سومین هدف برای اینکه قدرت های نوظهور که در حقیقت سیاست ایالات متحده آمریکا را به نحوی به چالش بکشانه، اینا تلاش میکنه که جلوی اونها را بگیره. با توجه به اینکه تحولات سیاسی که در سطح منطقه و جهان وجود داشت در چند سال اخیر، ما شاهد یک ایده جدید هستیم تحت عنوان منطقه گرایی در سطح منطقه. به این معنا کشورها چه به لحاظ منطقه فرهنگی و چه به لحاظ منطقه اقتصادی و چه به لحاظ جغرافیایی در تلاش هستند که به نحو رفتار هماهنگ یا به عبارت دیگر منافع مشترک خود را تعقیب کنند. به این معنا که این کشورهایی که در منطقه واحد قرار داره تا حدود منافع مشترک داره، ارزش‌های مشترک داره و تهدید مشترک متوجه اینها هستند. بنابراین این ایده در صورت رشد کند، یکی از موانع بسیار مهم فرارای سیاست آمریکا در سطح منطقه هستند. بنابراین کشورهای مهمی که در سطح منطقه خاورمیانه هستند و در آسیای میانه، اینا در حال نزدیک شدن با اهمی ایده منطقه گرایی هستند. به عنوان نمونه، شما در خاورمیانه رابطه ایران و عربستان یکی از نمونه ها هستند. ایران و عربستان سعودی سالها روابط بسیار متقابل و روابطش خراب بودند با هم دیگر، اما بر اساسی یک سلسله منافع اینها نزدیک شدند، و همینطور بحث روسیه و چین و امثال اینها. بنابراین من فکر میکنم که بیشتر سفرهایی که از سوی مقامات ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه صورت میگیره، بیشتر همون استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا تعقیب میشه. اما از طرف دیگر ما میبینیم چنانچه خانم علیزاده هم به او اشاره کردن، کشورهایی که هم به لحاظ فکری
با ایالات متحده آمریکا نزدیک هستند مانند بریتانیا، و از طرفی دیگر برخی کشورهایی که به نحو نقش در سیاست افغانستان داره این سفرها صورت میگیره. البته سفرهای زیاد صورت گرفت، در ژاپن صورت گرفت، در کشورهای دیگر فعلا که قرار هست مثلا در کشور بریتانیا و امارات متحده عربی صورت بگیره، من هم خیلی خوشبین نیستم، به خاطر اینکه خیلی فاصله هست بین شعار و عملی که ایالات متحده آمریکا داره. ما در طول 20 سال شاهد تناقضات بسیار جدی در سیاست آمریکا در افغانستان و برخی کشورهای دیگر بودیم. بنابر این اون چیزی که شعار میده، شما ببینید بحث حقوق زنان، حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم، امثال اینها وقتی از سوی آمریکا و متحدینشان شعار داده میشه، اما در مقام عمل متاسفانه بسیار فاصله داره. اما بحث دیگری که میخوایم در بعد افغانستان مطرح کنیم، ببینید مشکلاتی که در افغانستان وجود داره باور مایی هستند که نه با آقای با ایده آقای تام وست قابل حل هست و نه کشورهای دیگر میتونه حل کنه. تشکر آقای محسنی. بنابراین مهمی است که در داخل افغانستان راهکار دنبال یک راه حل و راهکار باشیم. چرا افغانستان عنوان داده میشه آقای محسنی؟ همیشه وقت شعار و عمل متفاوت بوده و خیلی شعارها به عنوان ابزار در عرصه بین الملل هستند. شما ببینید بحث حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و امثال اینها و خیلی کشورهایی که ضرورت به کمک داره، حتی کمک‌های بشردوستانه که در افغانستان و کشورهای دیگر صورت میگیره، اینا به نحو استفاده سیاسی صورت میگیره. و این عنوان دادن که برای که مشکلات افغانستان را حل کنه و به اصطلاح حکومت همشمول تشکیل شود در افغانستان، برای پیشبرد همون اهداف خودشان هستند. اما قسمی که خانم علیزاده هم پیشتر به او تاکید کردن، در بخش عمده از مشکلاتی که در درون افغانستان هست آمریکا خودش دخیل هست، خود آمریکا مقصر هستند. آمریکایی که در افغانستان آمدن با شعاری که دموکراسی در افغانستان تطبیق شود، حقوق بشر در اینجا حاکمیت پیدا کند و همین قسم حقوق زنان رعایت شود و موضوعات مختلف دیگر، اما در مقام عمل ما دیدیم که نه، موضوعات دیگری در افغانستان. خیلی ممنون آقای موسی. در کلیت عمر یک حرکت نمایشی است که بیشتر این حرکت ها حالت نمایشی را داره و هیچ گونه اهداف راهبردی و برای از اینکه واقعا مشکلات افغانستان حل شود دنبال نمیشه. خیلی تشکر آقای محسنی. خانم علیزاده، گاهن گفته میشه که این سفرها به خاطر هماهنگ سازی و همسویی کشورهای منطقه و جهان در رابطه با افغانستان ایجاد میشه و انجام میشه. با باور شما آیا واقعا چنین است و این سفرها میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه؟ نگاه کنید، البته همه این نشست ها، صحبت ها و سفرهایی که صورت گرفت، نشست هایی که برگزار شد، سفرهای متعددی که آقای تاویست داشت، ایمانش همین بود که با این کشورها صحبت میشه برای از این کنار همسو بسازن و در مسائل داخلی افغانستان آنچه که شرط هایی را که جامعه جهانی به اصطلاح مطرح کرده برای حکومت طالبان که ما میخوایم شما رو به رسمیت بشناسیم، مشروط بر اینکه شرط ها رو شما رعایت بکنین، و این سفرها صورت گرفت برای اینکه اینا را همسو بسازن، هم نظر بسازن و متحد بسازن. باز ما تاکید میکنم که این عنوان هست، اما خب چرا عنوان خانم علیزاده؟ دلیل این که افغانستان عنوان قرار میگیره، افغانستان خب ابزار قرار میگیره، چی است دلیل؟ خب چرا افغانستان؟ ببینید شما، اولا که خب مشکل و چالشی که در افغانستان موجود آمد، تغییر رژیمی که در افغانستان اتفاق افتاد، خب افغانستان تبدیل به یک مسئله شد، یک مورد. و از آن جایی که آمریکا به فرموده آقای موسیمی آمده بود در افغانستان که ما میخواییم دموکراسی اینجا نهاده نشه و با جامعه جهانی میخواییم که حقوق بشر اینجا رعایت شوه، مسائل حقوق بشری مد نظر گرفته شوه و افغانستان را تبدیل به کشوری متمدن و پیشرفته و دموکرات بسازیم، در اوایل آمدنشان آمریکا این مسئله را مطرح ساخت. ولی بعد از 20 سال وقتی که خود آمریکا دوباره با کوتاهی، با بیتوجهی به حقوق مردم افغانستان، با بیتوجهی به
تمام منافع و مزایایی که برای مردم افغانستان داشت این وضعیت رو به وجود آورد در درون افغانستان، حالا پیش مردم افغانستان و پیش جامعه جهانی آمریکا و کشورهای متحدش که دخیل بود در 20 سال در افغانستان به نحو مسئول هست. این سفرها، این گفتگوها، این عنوانها زده میشه به خاطر از اینکه به نحوی در ظاهر قضیه بخواهی که اجرای مسئولیت کرده باشه. میخوای آقای تام وست با این سفر خود یا آمریکا میخوای با این سفر نماینده خودش بگویه که خب ما افغانستان فراموش نکردیم، ما به فکر مردم افغانستان هستیم، ما به فکر وضعیت مردم افغانستان هستیم، ما به فکر رعایت حقوق بشر در افغانستان هستیم، برای ما مهم است که حکومت همه شمول در درون افغانستان با وجود بیاید. میخواد این مسئله را عنوان بکنه در این حالی که مردم فعلا متوجه از این هست که این سفرها نمایشی است، این صحبت ها صحبت های سودی و شکلی هست و هیچ تغییری را برای مردم افغانستان نمیتونه به وجود بیاره، به خاطر از اینکه در به وجود آمدن اینمی وضعیت خود آمریکا دخیل است، خود آمریکا شریک هست. اگر چنین نمی بود در اون صورت امیدوارهای وجود می داشت، بله که این سفرها میتونه وضعیت درون افغانستان تغییر بده، ما شاهد رعایت حقوق زنان باشیم. شما میبینید که 600 چند روز شده دختران افغانستان به مکتب نمیره، درهای مکتب، درهای دانشگاه برای دختران بسته است، خانم ها سر کار رفته نمیتونه، از کار باز مانده و مسائل زیاد هست که مردم افغانستان از او رنج میبره در این دو سال. اما هیچ این نشست های صحبت هایش تغییرات را به وجود نه آورد، به خاطر از اینکه کل از اینها شکلی و صوری و ظاهری هست، ولی تصمیم درست، تصمیم دقیق، بنیادی گرفتن نمیشه و نمیتونن بگیرن. چرا؟ چون همین وضعیت خود آمریکا با پیمان امنیتی که در قطر به امضا رسید به وجود آورده. شما نگاه کنید وقتی کشور خودش چنین وضعیت را به وجود میاره، سازماندهی میکنه و در به وجود آوردن دوباره باز گرفتن قدرت طالبان دخیل هست، او چطور میتونه که باز دوباره مدعی ازی باشه که خب ما میخوایم در درون افغانستان یک تغییرات و مثبت خوب را به وجود بیاریم؟ خیلی تشکر. این صرفا به خاطر از میگره به برداشت ما که به مردم در ظاهر بگویه و به جامعه جهانی هم بگویه که ما افغانستان فراموش نکردیم، اما در تلاش هستیم، داریم کار میکنیم، سفرها صورت میگیره، صحبتها صورت میگیره برای از اینکه ما تغییرات خوب را در داخل افغانستان شاهد باشیم. من فکر میکنم صرفا به همین خاطر موضوع است. تشکر خانم الزاده، ممنون. آقای محسنی، در نهایت امر این سفرها هیچ تأثیر روی وضعیت افغانستان نداره و یک حرکت نمایشی هست، افغانستان فقط عنوان قرار داده میشه، چرا درباره افغانستان گفتگو میشه؟ اما صحبتهایی که خانم علیزاده کردن خیلی دقیق بودن که بیشتر از عنوان استفاده میشه، ولی سیاستهای شخصی هست، اهداف خود پیش میبره. من فکر میکنم که آمریکا حضورش در افغانستان یکی از استراتژی های کلان آمریکا هست، به این خاطر با توجه به گسترش قدرت سیاسی، سیاست خارجی ایران و کشورهای رقیب آمریکا مثل چین، در حقیقت آمریکا منافع خود را در سطح منطقه به خطر میبینه. بنابراین آمریکا همیشه وقت تلاش میکنه که به نحوه در افغانستان که یک موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی بسیار مناسب داره، در اینجا به نحوه حفظ کنه و حفظ حضور آمریکا در افغانستان برای آمریکا بسیار مهم هستند. اما آنچه که شما اشاره کردین که چرا از عنوان استفاده میشه، معلوم هستند که افغانستان تحولاتی که پیش در افغانستان تحولاتی که پیش آمد، این تحولات باعث ای شد که تمام جهان در حقیقت متوجه افغانستان باشد. بحث حقوق بشر دوستانه، تحولات سیاسی، ساختار نظام سیاسی و مهاجرت هایی که از افغانستان به کشورها صورت گرفتن، اینا موضوعات مهم هستند که تمام توجه جامعه جهانی به سوی افغانستان هستند. بنابراین با توجه به این مشکلات، آمریکا همیشه وقت تلاش میکنه که
در سطح جهان مطرح کنه که ما مدافع حقوق بشر هستیم، مدافع حقوق زن هستیم، ما برای از اینکه دموکراسی نهادی نشوه در افغانستان تلاش میکنیم، در حالی که این شعارها با عمل متفاوت هستند. ولی نه تنها آمریکا، سخن ما این هستند که حتی جلسات و کنفرانس های مهمی که در سطح منطقه و جهان، چه از سوی سازمان ملل متحد، چه از سوی کشورهای منطقه و چه از سوی کشورهای جهان برگزار شدن، همه ایشان بیشتر حالت نمایشی داشتن، در قالب شعار باقی ماندن. اما نکته ای که میخوایم اشاره کنم یه هستن که بحث منافع کشورها یک اصل است در عرصه بین الملل. تمام کشورها دنبال منافع خودشان هستن. اما آنچه که مهم هست که مشکلات افغانستان را خود افغانها با ابتکار، با سیاست عقلانی میتونه که حل کنه. اگر افغانها دنبال بهبودی وضعیت افغانستان نباشد، من فکر میکنم نه ایران میتونه حل کنه، نه پاکستان میتونه حل کنه، نه آقای تام وست میتونه حل کنه، حلال مشکل باشد. کشورهای دیگر نمیتونه و هدف حل کردن مشکلات افغانستان را نداره. بنابراین خواست ما از امارت اسلامی هست که بیاییم ما یک سیاست را روی دست بگیریم که افغانها بر مبنای همون سیاست در یک جا جمع شد. به این معنا که یک اتحاد نظر، یک گفتمان ملی در افغانستان ایجاد شود و روی منافع ملی و مشترک افغانستان کار صورت بگیره. تا زمانی که چنین کاری در افغانستان صورت نگیره، من فکر میکنیم امین رفتارهای نمایشی از سوی آمریکا و از سایر کشورها صورت میگیره که هیچ سودی به افغانستان هم نخواهد. خیلی ممنون آقای محسنی. خانم علیزاده، پیشتر شما هم گفتین که این حرکت ها و این سفرها نمایشی است و افغانستان اگر باز هم بگوییم که عنوان قرار میگیره، و آقای محسنی هم گفتن که هر کشوری به دنبال تأمین منافع خود هست. خارج از این بحث، خارج از بحث سفر آقای تام وست به برخی کشورها، ایجاد تشکیل اجماع جهانی در قبال قضیه افغانستان به نظر شما چگونه ممکن است؟ شما نگاه کنین، بسیار براحتی میشه این مسئله با وجود در صورتی که به صورت واقعیش، به معنای واقعی کلمه، کشورهای جهان به خصوص در رأسش، من تأکید میکنم آمریکا و کشورهای متحدش و همینطور سازمان ملل، واقع بینانه و به معنی واقعی کلمه به دنبال موضوعات را که شعارگونه مطرح میکنه و دنبال عملی کردن از اون باشه، که تا امروز نبوده متاسفانه با مردم افغانستان، با سرنوشت مردم افغانستان بازی صورت گرفته، ابزار قرار داده شده و افغانستان تبدیل به یک میدان بازی برای کشورهای قدرت‌های بزرگ هستن شده و همینطور حتی سازمان ملل. چون در آخر ما دیدیم که سازمان ملل هم عقب نشینی کرد و آغاز به کار کرد کارمندانشان بدون حضور بانوان. یک نوع عقب نشینی بود که هیچ کس انتظار نداشت که سازمان ملل چون این مسئله را بپذیره که پذیره، که بسیار ناامید کننده هم بود. اگر واقعا بخواهد که حقوق بشر تامین شود، دموکراسی نهاده نشود و افغانستان یک حکومت فراگیر همشمول که مورید پسند و تایید همه مردم افغانستان باشه، مردم افغانستان خود او ببینه، این بسیار براحتی صورت میگیره. اما اونطور که آقای محسنی هم اشاره کرد، اجازه بدید آقای عبدالزاده من هم بگویم که گریه مشکل مردم افغانستان از داخل افغانستان حل میشه. من میخوایم اینجا طالبان مخاطب قرار بدم و بگویم که ببینین مولوی صاحبایی که امروز شما در رأس قدرت قرار دارین و ادعای خدمت برای مردم افغانستان و کشور افغانستان دارین، شما هم اگر همین گونه با آمریکا پیش برین، چند سال بعد آمریکا بدیلی برای بدیل دیگه تعریف خواهد کرد و شما رسانه قدرت دور خواهد ساخت. اما راه حل ایست که اینها هم بیا از به اصطلاح متکی بودن با آمریکا دست بکشه، به متکی به مردم افغانستان باشه، به واقعا برای سرنوشت مردم افغانستان عملی فکر بکنن. حقوق بشر همون حقوق اسلام هم داره، در قرآن هم داره. شما فعلا گزارش تازه‌ای که نشر شد
هیچ قاضی در به اصطلاح سر محکمه و دستگاه قضایی افغانستان از مردم اهل تشیع وجود نداره. خب اینها سرنوشت مردم افغانستان را باید بحران میبره. من میخوام از خیلی تشکر بخوایم که بین از این تبعیض، از این به اصطلاح یک دندگی دست بکشین، تمام اقوام، مذاهب و مردم افغانستان را بهش تکیه بزنین، به اونا برگردین و برای از اونها خدمت بکنین، به جای اینکه باز هم شما با آمریکا تکیه بکنین که چند سال بعد معلوم نیست چه اتفاقی میفته، بین به مردم افغانستان تکیه کنین و برای مردم افغانستان به صورت واقعی خیلی کار کنین و ایست که موفقیت و توسعه پیشرفت در افغانستان. ممنون شما، تشکر. در نهایت باید تغییر از درون ایجاد شود. هر شما این گونه است. تشکر خانم علیزاده. آقای محسنی، آیا بدون همکاری جامعه جهانی، بدون همکاری کشورهای جهان، مسئله افغانستان قابل حل است؟ ببینید، ای که ما بریده از جهان باشیم اصلا ممکن نیست، به خاطر ای که کشورهای امروز در حوزه اقتصاد، سیاست، امنیت، حتی در مسائل حقوقی جزایی نیاز به روابط با کشورها داره. این یک اصل است. اما از طرف دیگر آنچه که ما و شما میبینیم که یک اجماعی در سطح منطقه و جهان راجع به افغانستان ایجاد شود، من فکر میکنم بسیار دشوار است با توجه به تقابل سیاست هایی که در سطح منطقه است. به عنوان نمونه، سازمان ملل متحد امروز به عنوان یک سازمان منفعل در سطح جهان است، نمیتونه یک سیاست مستقل کارا در موضوعات مختلف جهان خصوصا درباره افغانستان بگیره. با توجه به تقابل سیاست های اعضای مهم سازمان ملل که چین و روسیه و آمریکا و غرب هستند، اینا در تقابل سیاسی نمیتونه که یک تصمیم جدی بگیره. تشکر آقای محسنی. از طرف دیگر آقای محسنی، خارج از بحث جهان، تأمین منافع مردم افغانستان در داخل افغانستان از چی رهگذری ممکن است؟ من فکر میکنم که اما قسمی که پیشتر هم اشاره کردم، کلید مشکلات در افغانستان هست. خود مردم افغانستان میتونه مشکلات را حل کنه. اولا ساختن یک نظام مبتنی بر عقلانیت سیاسی یک رای حل است. مبتنی بر عقلانیت سیاسی به این معنا حقوق زنان به معنای واقعی که در شریعت و دین ما دستور داده، حق بس. کار اجازه داده، حق بس. تعلیم داده، حق مشارکت سیاسی داره تامین شود، آزادی بیان در افغانستان تامین شود، مشارکت سیاسی توده های مختلف اجتماعی که نه در تضاد با دین ما است نه با ارزش های ملی ما است در نظر گرفته شود. دومین مورد بحث شایسته سالاری و در ساخت نظام یک اصل مهم هستند. و سومین موردی که در نظر گرفته شود، تدوین قانون اساسی مطابق با ارزش‌های دینی و اسلامی و مطابق با ضرورت‌ها و نیازهای جامعه افغانستان. اینا یک از راهکارها هستند و همینطور ما باید برخی از مشکلاتی که در تاریخ افغانستان بوده از اونها عبرت بگیریم و از خوبیایی که بوده در واقع درس بگیریم، بتونیم افغانستان را از این بحران نجات بدیم. در صورتی که ما اراده نکنیم، وضعیتی که ما و شما میبینیم در طول تاریخ افغانستان، منتظر از این باشیم که جهان حل کنه، من فکر میکنم که حل نمیشه. مسئولیت اساسی به دوش خود مردم افغانستان، مسئولیت مهم مشکلات افغانستان به دوش خود افغان ها هست و یگانه راه حلش اجماع ملی و ما اتحاد پیدا کنیم برای از اینکه افغانستان از این بحران خلاص شد. تشکر. مهمانان گرامی، آقای محمد باقر محسنی، کارشناس مسائل سیاسی اینجا در استودیو، و همینطور خانم زکیه علیزاده، فعال سیاسی که از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل هستید، از حضور هر دو مهمان سپاسگزاریم. و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.